سلام دوستان، راشد هستم، آسترولوژر شما از هوروسکوپ فارسی، و میخوام براتون در مورد هوروسکوپ هفته دوم سپتامبر 2019 صحبت کنم. اگر مایل به پیگیری مطالب پیج هوروسکوپ فارسی هستید، صفحه اوریجینال هوروسکوپ فارسی رو در فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. خب، همچنان در اوج انرژی خوشه هستیم. خوشه از نشانهای زمینیه و ما بیشتر سیارات رو الان در نشانهای زمینی داریم. اگر که نگاه بکنید، مارس، خورشید، مرکوری و ونوس در نشان خوشه هستن، جونو هم در نشان خوشه هست. حالا من دیگه اینجا نذاشتم که شلوغ نشه. و از طرف دیگه ساترن، پلوتو در نشانهای زمینیان، اورانوس در نشان تارسه که نشان زمینیه. بنابراین ما بیشترین انرژی رو در نشانهای زمینی داریم. و وقتی که انرژی در نشانهای زمینیه، یعنی اینکه زمان اون رسیده که یک چیزی زمینی بشه، متبلور بشه، شکل بگیره، فرم فیزیکی بگیره، کار کنیم روش، بسازیمش، بنایی کنیم. ببینید، هر چیزی که با خاک سر و کار داره، خاک نشان فکر کردن نیست، خاک نشان شور و هیجان داشتن نیست، خاک نشان شکل دادنه، خاک نشان مجسمه شدنه، یعنی اون چیزی که فرم میگیره، مجسمه میشه. زمانی که ایده های ما، افکار ما، شور و هیجان ما در، یعنی اگر خودتون رو به عنوان یک مجسمه ساز تصور بکنید، اون ایده ها، اون چیزی که در ذهنتون هست رو در حقیقت شروع میکنید با خاک فرمش میدید و اون رو ایجاد میکنید. پس همه ما به نحوی در حال این سخت کوشی هستیم، در حال سخت کار کردن هستیم روی قسمتی از زندگی، و بدون شک کارها زیاد شده با انرژی مارس و خورشید و مرکوری که در پیوند با هم دیگه هستن، و ارتباطات زیاد شده، صحبت ها، رد و بدل شدن ایمیل ها، نمیدونم جاری شدن اطلاعات، همه اینها داره تحت تاثیر این انرژی ها اتفاق میفته و ما کارهای زیادی داریم که باید به اونها برسیم و اونها رو تموم کنیم، قطعی کنیم، مشخص کنیم، جزئیاتشون رو هم حل کنیم. چون که خوشه نشانیه که پازل های کوچیک و تیکه های کوچیک پازل رو جمع آوری میکنه و پازل رو سرهم میکنه، یعنی اینکه این کارهای کوچیک کوچیک و ریز ریز رو باید به خوشه سپرد تا انجام بده. پس همه ما که در حقیقت الان در لایه خوشه روحمون فعال شدیم، باید به این کارهای ناتموم برسیم. حساب کتاب‌های ناتموم رو باید رسیدگی بکنیم، قراردادهای ناتموم، برنامه‌های ناتموم، به هم ریختگی‌های زندگی رو باید فیکس بکنیم، باید نظم و ترتیب بدیم. هر کس در یک قسمتی خلاصه از این نوع کارا مشغول شده و داره یک قسمتی از زندگی رو بهش رسیدگی میکنه. حالا حتی میتونه درباره یک قسمت سلامتی زندگی باشه، یعنی که متوجه میشه که کجای زندگی دیگه سلامت نیست. من اینا رو بارها گفتم، اما به هر حال ما توی اوج انرژی خوشه هستیم و من باید که دوباره تکرار بکنم، چون ما این هفته هم در حقیقت داریم همینها رو تجربه میکنیم. اون چیزی که از ماه نو نشان خوشه هفته گذشته شروع شده، حالا داره تازه هی بیشتر و بیشتر ما رو مشغول میکنه. مثلا اگر که یک دری باز شد و کاری شروع شد، یک قدمی برداشته شد و در حقیقت مرحله اول یک کاری شروع شد، حالا ما داریم مرحله دوم اون کار رو میریم و در حقیقت بیشتر و بیشتر داریم درگیر اونها میشیم تا اون رو مشخص بکنیم، تمومش بکنیم، به نتیجه برسونیم. و میگم حالا حتی قسمت‌های ناسالم بدنمون، حتی یا زندگیمون، کارهای روزمره‌مون، اگر که دقت کرده باشید، خیلی از ما داریم از بدنمون آگاه میشیم و از اینکه روزمون رو داریم چطور میگذرونیم، وقتمون رو داریم چطور میگذرونیم، چقدر به خودمون اختصاص میدیم، چقدر از این وقت رو داریم به دیگران اختصاص میدیم. چون خوشه نشان سرویس دادنم هست. من یادمه که
پیج هوروسکوپ فارسی رو زمانی شروع کردم که جوپیتر توی نشان خوشه بود، یعنی اینکه جوپیتر داشت درس سرویس دادن به همه ما میداد و من اون موقع پیج هوروسکوپ رو شروع کردم و الان دقیقاً داره میگه که آیا بین سرویس دادن به دیگران و توجه به خودت و زندگی فیزیکیت و سلامت زندگی، سلامت بدنت، آیا بالانس برقرار کردی یا اینکه نه توی یکیش غرق شدی. و علت اینم که الان این چند وقت شاید من رو کمتر آنلاین میبینین همینه، به خاطر اینکه دارم یعنی در حقیقت سیارات من رو متوجه اون قسمت‌های ناسالم کردن و مجبورم کردن که اونها رو بهش رسیدگی بکنم. بیشتر از اون چیزی که سرویس میدم به بقیه باید در زندگی خودم الان این انرژی رو بذارم. شما هم به همین ترتیب شاید متوجه شده باشید که فعالیت‌های آنلاینتون به جز در مواقع ضروری و ارتباطات اساسی شاید کم شده و بیشتر مشغول یک سری از مسائلی شدید که باید بهش رسیدگی بکنید، بیشتر مشغول سلامت وجودتون شاید شده باشید، یا اینکه یک جوری داری تغییر ایجاد میکنید توی برنامه‌های روزانه‌تون، یا اینکه اون برنامه‌های روزانه یه جوری داره به هم می‌ریزه چون باید یه جوری دیگه شکل بگیره، بعد یه جوری دیگه فرم بگیره. می‌دونید هر کسی میگم به یک نحوی داره اینها رو تجربه می‌کنه و حالا فرق می‌کنه، همه به یک شکل تجربه نمی‌کنن. از طرفی ممکنه که حتی بعضی ها در فرکانس پایین خوشه الان خیلی گرفتار شده باشن، به خصوص که مرکوری هم تحت فشار از طرف خورشید نزدیک خورشیده و در حال پاکسازیه. وقتی که مرکوری به خورشید میرسه یه جورایی باید پاکسازی بشه و ناب بشه و خالص از آب در بیاد. به همین دلیل وقتی که وارده، به همین دلیل وقتی نزدیک خورشید میشه فشار و استرس عصبی و ذهنی زیاد میشه و خیلی ها ممکنه که تو حتی همین فشار و استرس ذهنی خیلی گرفتار شده باشن، چون که انرژی خوشه خود به خود انرژی عصبی هست، انرژی نگران و مضطربی هست. چرا انرژی مضطربیه؟ چون میخواد هر چیزی عالی باشه، میخواد که کم نداشته باشه، میخواد که کم بودین وسط نباشه و در نتیجه ممکنه که احساس کم بود ایجاد بشه، چون وقتی شما دائم نگران هستی که چیزی کم نباشه، همه چیز خوب باشه، همه چیز پرفکت باشه و عالی پیش بره، اون موقع به این راحتی به رضایت درونی نمیرسی و احساس کم بود میکنی و برای این کم بود خودت رو سرزنش میکنی، دیگران رو سرزنش میکنی، به خاطر کاری که انجام میدی یا نمیدی یا ندادی یا دادی احساس گناه میکنی و این انرژی هایی که اگر که توش گیر کنیم نمیتونیم در حقیقت به اون جنبه مثبت انرژیش بپردازیم و جنبه مثبت انرژی رو باید آگاهانه بهش پرداخت. هیچ چیز دیگه‌ای نمیتونه به شما کمک بکنه تا به اون جنبه مثبت برسید. باید آگاه باشید که به جای اینکه وقتتون رو صرف سرزنش و بدبینی و نگرانی و استراب و اینها بکنید، باید ببینید که کدوم قسمت از زندگی داره به شما آلارم میده، کدوم قسمت از بدنتون داره به شما آلارم میده، کدوم قسمت از مسائل مالیتون داره به شما آلارم میده. اینها الان همه دارن در دنیای فیزیکی خودشون رو نشون میدن، کاملا دارن خودشون رو نشون میدن، هر روز داره واقعیت‌های زندگی توی صورت ما میاد. یعنی انرژی خوشه وقتی که زیاد میشه ما توی واقعیت‌ها و مسائل منطقی زندگی غرق میشیم و دیدگاهمون تبدیل میشه به یک دیدگاه منطقی ناخودآگاه، چون که خوشه نشان روبروی ماهیه و خیلی احساسی عمل نمیکنه و این دیدگاه منطقی خیلی وقتها کمک میکنه که ما بدون وابستگی های احساسی، بدور از تنش های احساسی سعی بکنیم که کاری رو که باید انجام بدیم انجام بدیم و تمومش بکنیم تا اینکه هی با خودمون یا بقیه کلنجار بریم. پس درگیر هر کدوم از این مسائلی که هستید برای اینه که انرژی خوشه اوج گرفته و ما در دنیای واقعی اطرافمون درگیر ارتباطات واقعی، صحبت‌های واقعی، واقعی منظورم خارج از سیستم مجازیه، یعنی اینکه اگر تا حالا با آدم‌های مجازی همش در ارتباط بودید، حالا شاید دارید با آدم‌های واقعی ارتباط می‌گیرید، رو در رو صحبت می‌کنید و به خاطر وضعیت مارس و
مرکوری ممکنه که این صحبت‌ها خیلی صحبت‌های دقیق، یعنی نقطه زن باشه، یعنی دقیقاً روی نقطه اصلی اثر بیان بشه، نشونه بره و بدون تعارف ممکنه که مطرح بشه و ممکنه که بعضی ها ظرفیت پذیرش این طرز صحبت رو نداشته باشن، یا اینکه حتی مارس میتونه نحوه صحبت کردن رو یه مقدار با بدجنسی بکنه و میتونه اون رو تیز بکنه و باز هم اذیت کننده بشه. از این لحاظ که باز باید حواسمون جمع باشه که بگذریم، از طرف دیگه مارس و مرکوری و خورشید در حقیقت شفافیت و در امتداد قرار گرفتن ذهن و بدن فیزیکی ما همراه با روح ما هستند، یعنی عصاره روح ما، عصاره وجودی ما همراه با بدن فیزیکی ما داره اکشن هاش رو هماهنگ میکنه و ذهن ما هم داره با این انرژی ها بالانس میشه و این انرژی خیلی انرژی مثبت و خوبیه، چون که کمک میکنه که ما بتونیم وقتی که ساترن مستقیم میشه در حقیقت کل بدنمون رو به سمت اون واقعیت که داریم میسازیم توی اون فرکانس حرکت بدیم. این جمله هم معنی بکنم ببینید یعنی چی. ببینید اگر که ما در نظر بگیریم که بدن ذهنیمون با بدن احساسیمون متفاوته، با بدن فیزیکیمون متفاوته اینها، و وقتی برای خودشون هر کدوم یک سازی میزنن، اینی که اینها همه با هم همراه بشن خیلی سخته. و اگر یادتون باشه تو ویدیوهای قبلی گفتم که بدن احساسی اگر که جا بمونه اجازه نمیده که بدن فیزیکی حرکت بکنه و در حقیقت الان یه جوری انرژی ها دارن با هم دیگه دوباره هم امتداد میشن، یعنی ما هر بار یک قسمتی از روحمون داریم الائند میکنیم، داریم در یک راستا قرار میدیم و اگرچه که الان توی دنیای فیزیکی فقط داریم حرکت میکنیم، زحمت میکشیم، به سختی داریم تکون میخوریم و براتون نوشتم انگار داریم از یک پیله در میایم، انگار داریم به زور خودمون بیرون میکشیم از یک جایی که بتون شده، بسته شده از سالهای گذشته. میدونید انگار که ما توی یک جایی گیر کردیم و حالا انگار یک روزنه باز شده، یه سوراخی باز شده و شما دارید از اون سوراخ سعی میکنید که خودتون رو بکشید بیرون. ممکنه که اول دستتون بیاد بیرون، بعد اون دستتون بیاد بیرون، بعد سعی بکنید که یه مقدار این سوراخ رو بشکنید، گشادترش بکنید که بتونید رد بشید. این الان یه همچون حالتیه تا وقتی که ساترن مستقیم بشه. ساترن در حال حرکت برگشتیه. ساترن خدای دنیای سه‌بعدیه، خدای دنیای واقعی ماست. وقتی که در حال حرکت برگشتیه خیلی به ما کمک نمی‌کنه که ما رو به جلو ساخت و ساز داشته باشیم و به نتیجه برسیم. به همین دلیل هم هست که ما این پروسه از پیله در اومدنمون داره خیلی طول میکشه، یا اینکه پروسه ساخت مجسممون داره خیلی طول میکشه، یعنی مجسمه رو داریم میسازیم اما تکمیل شدنش باید وایسیم که ساترن مستقیم بشه، ولی ما به ساخت و ساز ادامه میدیم، ما به کارمون ادامه میدیم و معطل نمی کنیم، صبر نمی کنیم. اگرچه که قرار نیستش که به زور فشار بدیم، زور بدیم. میدونید مارس و خورشید با هم دیگه پیوند خوردن، این خیلی انرژی خوب میده، انرژی حیات میده، انرژی حرکت میده، اما از طرف دیگه انرژی زورگویی میگه میده با خشونت، حتی با برخورد که باید این کار انجام بشه. باید مراقب باشیم که برای هر انرژی ما بالانس رو حفظ بکنیم و این هیچ جوری حاصل نمیشه مگر با تجربه کردن، یعنی اینکه شما تجربه میکنید که این انرژی رو چطور باید بالانس بکنید. با گفتن من و تکرار و تئوری و مدیتیشن و اینا هیچ کدومشون شما نمیتونید به این نتیجه برسید که چطور باید، چقدر باید هول بدید با انرژی مارس و خورشید و چقدر نباید هول بدید. اینها رو باید دستتون بیاد، مثل اینه که شما یه ماشین رو میخواید هول بدید، اگر زیاد هول بدید ممکنه که یهو از کنترل خارج بشه، تو سرازیری مثلا در بره خود ماشین، یا اینکه اگر کم هول بدید حرکت نکنه. بنابراین ما باید بدونیم که چقدر باید الان هول بدیم و چقدر میتونیم روی یک نقطه در حال حاضر، امروز هم باهاتون صحبت میکنم، تمرکز کنیم. ما تمرکزمون فعلا
یکم پراکنده است، به علت اینکه انرژی های متغیر الان فعال شدن. اگر یادتون باشه در مورد یک مثلث حرف زدم، مثلث نشان های متغیری که تمام این سیارات حالا میان از جلوی نپتون و جوپیتر رد میشن. اول ونوس این ارتباط رو ایجاد کرد، عبور میکنه میره، و یعنی اینکه اول با ساترن صحبت کرد، اول با اورانوس اصلا صحبت کرد، بریم عقب‌تر، بعد با ساترن صحبت کرد، بعد وقتی که به 15 درجه برسه از زاویه جوپیتر باید عبور بکنه 90 درجه با جوپیتر، به 17 درجه که برسه باید جلوی نپتون عبور بکنه، به 20 درجه که برسه باید از پلوتو عبور بکنه، و به همین ترتیب همه اینها، نه فقط ونوس، حالت مرکوری میرسه. مرکوری با اورانوس صحبت کرده، با ساترن صحبت میکنه، با جوپیتر صحبت میکنه، با نپتون صحبت میکنه، با پلوتو صحبت میکنه، دوباره خورشید به همین ترتیب، مارس به همین ترتیب، اینا همینطوری اینجا حرکت میکنن. به همین دلیل هم هستش که ماه سپتامبر بسیار ماه مهمیه، چون نه تنها ما فقط خورشید رو نداریم اینجا، ما یک گروه سیارات داریم، ما یک استلیوم داریم، مجموعه سیارات داریم. نه تنها مجموعه سیارات داریم، یعنی انرژی اینجا الان داره بیش از حد توسعه پیدا میکنه در اون، در همه ابعاد زندگی ما الان، یعنی در حرکت ما که مارس، در ذهن ما که مرکوریه، در خواسته قلبی ما، در روح ما، الان همه داره انرژی خوش موج میزنه. و حالا نه تنها این، بلکه سیارات بیرون این خوشه هم، مثل پلوتو و ساترن و اینها، اونها هم انرژیشون داره تزریق میشه، چون اینا همه با اونها ارتباط هم میگیرن. پس به این دلیله که ماه سپتامبر ماه بسیار مهمیه، چون که ما در حال تجربه انرژی بسیار قدرتمندی هستیم که هر طوری شده با دادن آپشن های مختلف جوپیتر، با برداشتن دیواره ها، گسترده کردن دنیای روبروتون، نپتون و جوپیتر هر دو، اینها میخوان چیزی رو زمینی کنن، ساترن، و میخوان که بهش متعهد بشن، پلوتو. یعنی هر کدوم از این سیارات وقتی که دارن از این مراحل عبور میکنن، مثلا از جلوی نپتون وقتی که ونوس داره عبور میکنه، متوجه میشه که باید دنیا رو بزرگتر از اون چیزی که هست ببینه، و ونوس الان توی خوشه مشغول جزئیاته، اما نپتون میگه ببین اینم ببین، فقط تمرکز روی اون نداشته باش، یکم بزرگتر هم ببینی خوبه. جوپیتر هم همین رو میگه، میگه آپشن های جدید ببین برای ارتباطاتت، برای خواسته هات، برای برنامه هات. ببین اینه کی هم هست، مثلا این که اگر شما یه دونه، مثلا این دفعه اینو زدم براتون، مثلا اگر شما رزومه دادید به یه جایی، یه دفعه اینها میان میگن صبر کن، حالا اونجا رو تایید نکن، جای دیگه هم هست، با 4 تا جای دیگه هم صحبت کن. به این ترتیب هی دارن آپشن زیاد میکنن. و میدونید ساترن الان زمان خیلی خوبیه که ساترن با اینا ارتباط داره، چون که ساترن کمک میکنه که جوپیتر و نپتون خیلی ما رو پرت نکنن، چون وقتی که انتخاباش خیلی زیاد میشه دیگه نمیتونه قدرت عملش، یعنی از تمرکز خارج میشه، و ساترن کمک میکنه که اون محدودیت و دیواره رو حفظ بکنه. اما یه نکته ای که هست اینه که ساترن کنار نود جنوبیه و یه جورای دیدگاهش کوره الان. نود جنوبی خاصیت مثبت ساترن رو یه جورایی کم میکنه، یعنی اینکه تأثیر اون رو میبره یه مقدار، میاره پایین، انگار که وکیوم میکنه، به خاطر اینکه این باید، یعنی الکی هم نیست این حالت که الکی این اتفاق افتاده، نه، این داره برای این اتفاق میفته که هفته آخر سپتامبر وقتی که ساترن و نود جنوبی برای آخرین بار در سال 2019 با هم پیوند میخورن،
ما باید از قسمت‌های از زندگی که ما رو اسیر کرده برای همیشه خداحافظی بکنیم. باید با یک سری از مسئولیت‌هامون برای همیشه خداحافظی بکنیم و تا اون خداحافظی اتفاق نیفته، در حقیقت کارهایی که ما داریم الان انجام میدیم شکوفا نمیشن. و به این دلیله که ما هنوز هی داریم یه مقدار گیج میزنیم یا این آپشن رو نگاه میکنیم میگه اونم هست اینم هست، چون که ما هنوز هممون یه جایی گیریم، یه تیکه از لباسمون هنوز گیره، یه چیزی هست که باید بره، باید خارج بشه از مسیرمون. و برای هر کسی فرق میکنه. نگاه کنید ببینید که کپریکورن در کجای چارتتون هست و کارما یه چیز گذشته است. مثلا اینکه اگر که من تا حالا با بدنم خوب تا نکردم، این کارما باید خارج بشه. اگر که من برای خانوادم وقت نذاشتم، بالاخره باید این کارما تموم بشه. یا اینکه اگر من وقت گذاشتم و جبران کردم، باید به یک شکل دیگه ای تموم بشه. میدونید، یعنی تأثیرش دیده میشه و جلوش هم نمیشه گرفت، چون که نود جنوبی اون کارماها رو میاره، انرژی ها رو از گذشته، و ساترن اونها رو زمینی میکنه. یعنی ساترن فعلا داره اونها رو زمینی میکنه. برای همینه که روی چیزای دیگه ما الان نمیتونیم خیلی راحت اونها رو زمینی بکنیم، چون ما در حال، چون ساترن در حال زمینی کردن و واقعی کردن کارمای گذشته ماست. انرژی های گذشته هی دارن میان سر راه. ما باید از اون محدودیت ها خودمون رو اول آزاد بکنیم، از اون مسئولیت ها باید خودمون رو آزاد بکنیم. پس ما یک چراغ قرمزی جلوی راهمون هست هنوز، که انگار فرض بکنید که سه تا چهار راه بعدی مثلا چراغ قرمزه و ماشینا همینجوری که دارن دنبال هم میرن، سرعتشون آهسته است مثلا، به خاطر اون جایی که چراغی که هست چراغش هم طولانیه، باید وایسیم که اون چراغ سبز بشه. و اون چراغ هفته آخر سپتامبر سبز میشه، یعنی این که با آسونی هم سبز نمیشه، اینم بگم. و برای هر کدوممون به یک نحوی به هر حال بروز میکنه، شاید خیلی خوشایندمون حتی نباشه. و این انرژی، انرژی همین الان نیست، این انرژی یک انرژی طولانی مدته، حتی برای زندگی های گذشته است، باریه که ما با خودمون بارها و بارها حمل کردیم و یا اون درس رو گرفتیم، زمان پایان درس هست، باید دورش تموم بشه، یا اینکه نوع مسئولیتمون عوض بشه، نوع درسمون عوض بشه. میدونید کسی نمیتونه دقیقا بگه که چه اتفاقی میفته، اما به هر حال ما باید همه از این مرحله بگذریم. وقتی که از اون مرحله بگذریم، وقتی که اون پاکسازی بزرگ اتفاق بیفته که یه قسمتیش سپتامبره و قسمت بزرگترش ژانویه و فوریه است، در حقیقت ما بعد از اون تازه باز ما شکوفایی بزرگتر رو میبینیم، وقتی که این قسمت ها میرن. اما قرار نیست ما بیکار بشینیم، قرار نیست ما هیچ کاری نکنیم. من داشتم با بچه ها صحبت میکردم و براشون داشتم در مورد تأثیر سیارات میگفتم، سوال کرده بودم. ببینید، وقتی سیارات بزرگتر مثل نپتون، مثل پلوتو، مثل اورانوس، اینها، مثل مثلا ساترن و نود، وقتی که همراه میشن، اینها دارن به ما درس میدن، یه جورایی میشه حالت جبر و ما باید اون درس رو بگیریم. نمیتونیم ازش عبور بکنیم، نمیتونیم دور بزنیم، نمیتونیم براش داستان سازی بکنیم، باید بگذرونیم، باید دورش تموم بشه، ما باید بریم تو دلش. و کارهایی که میتونیم بکنیم، فقط اگر که آگاه باشیم از اون انرژی ها، میتونیم با اون طوفان خوب تا کنیم، همراهی کنیم، با مهارت بریم جلو. و دقیقاً الان زمانیه که ما داریم با این سیارات بزرگتر دست و پنجه نرم میکنیم و باید درساشون رو بگیریم. این سیاره ها که دارن همه رد میشن از جلوی نپتون و جوپیتر و ساترن، جوپیتر معلمه، ساترن معلمه، بدون شک ما داریم خیلی درس ها رو میگیریم، داره به ما یه چیزهایی یادآوری میشه، داره ما یه چیزهایی یاد داده میشه. و خوشه نشان مرکوریه، یعنی مرکوری
نشان سیاره یادگیریه و داره یاد میگیره. پس ببینید داره چی یاد میگیرید، به خاطر اینکه این یادگیری ها کمک میکنه تا اون آزاد شدن نهایی در سپتامبر و یه قسمتش دوباره ژانویه و فوریه و اینها، اون آزاد شدن ها راحت تر اتفاق میفته برامون، پذیرشش حتی راحت تر میشه. یا اینکه حتی ما الان میتونیم یک میخی بکوبیم، یک ستونی رو بکوبیم زمین، که وقتی که یعنی بنای گذشته داره فرو ریخته میشه، در حقیقت ستون بنای جدید رو ما از سپتامبر 2019 روی زمین کوبیده باشیم که به اونجا بند باشیم. میدونید یعنی خودمون رو متعلق به یک دنیای جدید کرده باشیم. حالا دنیای قدیم داره میره هم بره، موقع دیگه ما با انرژی ها همراه شدیم زودتر از اون. ماه سپتامبر ماه بسیار مهمیه و یکی از دلایلش هم گفتم پیوند نود جنوبی و ساترنه که این ماه اتفاق میفته در هفته آخر سپتامبر، و همینطور مستقیم شدن ساترنه که این ماه اتفاق میفته. و ما همچنان داریم یعنی آهسته میریم جلو تا در کنار این که داره یه قسمت‌های وکیوم میشه و دفع میشه، ما داریم همزمان به صورت موازی برای خودمون یک دنیای جدید میسازیم. اما در مورد پیوند خورشید و مارس و مرکوری گفتم هم باید مراقب تصادفات باشید، مراقب آتش سوزی، این همه تغییرات آب و هوایی، اینها که به وجود اومده، همه اینها ناشی از اینه که ما آسمون بسیار اکتیوی داریم. و وقتی که این آسمون بسیار اکتیوه و خورشید و مارس توی اون هم بسیار اکتیون و مرکوری پیام‌آور داره همینطور تند و تند سفر میکنه، اتفاقات داره توی این دنیای سبودی داره سریع میفته، اطلاعات سریع میاد، اقدامات سریع انجام میشه. اما نکته جالبی که در این پیوند هست، درجه یه که اینها با هم پیوند میخورن. معنی این درجه خیلی برای من جالب بود. ببینید معنیش به این صورته که مادری در بچه خودش، یعنی در وجود بچه خودش، میبینه که خواهش عمیقش برای داشتن یک پسر پاسخ داده شده، و این نشون دهنده همون قدرت تبلوری که در نشان خوشه هست. یعنی اینکه ما بعد از مدت‌ها حالا این فرصت رو داریم که بتونیم اون چیزهایی رو که در پی اون بودیم، در تلاش بودیم، اونها رو همه رو یک جا جمع بکنیم و بتونیم به نتیجه برسونیم. یعنی شرایط و مسائلی که پخش و پلا بوده و اجازه نمیداده که ما به خواسته هامون برسیم، حالا با این انرژی میتونن توی یک نقطه متبلور بشن، ایجاد بشن، و اون رضایت عمیق رو ما دریافت بکنیم از اون ایجاد. رضایتی که یک مادر بعد از یک حاملگی 9 ماهه بعد از زایمان با نگاه کردن به چهره فرزندش میتونه با همه وجود دریافت کنه. اینو مادرها الان بهتر از بقیه متوجه میشن. یعنی در حقیقت یک ترکیبی داره از تصویرسازی ها و رویا پردازی های ما با قدرت تبلور داره مهندسی میشه، یعنی داره هندسه سازی میشه، داره شکل میگیره، داره بعد میگیره و داره زمینی میشه. مارس توی نشان خوشه فقط داره کار میکنه، اما وقتی که با خورشید داره پیوند میخوره، زمان بسیار خوبیه که ما متوجه بشیم که توی چه چیزی ما مهارت داریم و شروع کنیم مهارت هامون رو بشناسیم، توی چه چیزی ما نقطه ضعف داریم و باید برای اونجا شمشیر بزنیم، اون رو قوی بکنیم. در حقیقت زمانیه که ما باید جنگجوی درونمون رو بتونیم کنترلش بکنیم و بهش فرمان بدیم. اگر که ما این جنگجو رو رها کنیم، ایگو اون رو کنترل میکنه، ولی وقتی که ما اون رو تحت کنترل بگیریم، ما یعنی انرژی موجود در این بدن خاکی، ما ذهن ما نیست، ما یه چیزی جدا از ذهن هستیم، ما یه چیزی جدا از بدن احساسی هستیم،
و ما دارای بدن احساسی هستیم، ما دارای ذهن هستیم، یعنی ذهن ما بخشی از وجود ماست، اما ما ذهن نیستیم. اگر که ذهن کنترل رو بگیره دستش، میتونه مشکل ساز بشه، میتونه به شما دائم بگه که این کار رو کن، شما بگی این کار رو میکنم چون نمیتونم مقاومت کنم، اون کار رو بکن، بگید میکنم، چرا؟ چون ذهنم داره به من میگه این کار رو بکن. اما الان زمانیه که شما کنترل ذهن رو میتونی به دست بگیری، کنترل جنگجوی درونت رو میتونی به دست بگیری، کنترل بدن فیزیکی رو به دست بگیری و با آگاهی ارادت رو روی نقاطی تمرکز بدی که میخوای اون قسمت‌ها قسمتی از آینده شما باشه. چون که الان زمانیه که شما قدرت انتخاب داری، جوپیتر و نپتون به شما قدرت انتخاب میدن. یعنی ما اگر این دوتا رو الان نداشتیم، فقط انرژی خوشه و ساترن بود، من میگفتم یه چیزی هست که داره زمینی میشه. اما چون جوپیتر و نپتون الان این وسط هستن، یعنی اینکه شما قدرت داری بر اساس رویاهات، بر اساس آرزوهایی که همیشه داشتی، یک چیزهایی رو زمینی کنی. به همین دلیل هم هست باید خیلی مراقب اون چیزهایی که آرزو میکنید باشید، اون چیزهایی که میخواید باید مراقب باشید در موردش، چون این انرژی مثلث نشانهای متغیر که بین جوپیتر و نپتون و بقیه سیاره ها، یعنی مرکوری، مارس، ونوس، خورشید که همه از این جلو دارن رد میشن، ایجاد میشه، یه جورای قدرت زمینی کردن آرزوهای شما رو داره، قدرت زمینی کردن انتخابهای شما رو داره. و موقعی که اینها همه یکی یکی عبور میکنن از جلوی این سیارات، ما یکم یعنی انتخاب هامون رو زیاد میبینیم و گیج میشیم، اما به هر حال انتخاب میکنیم و زمانی که با پلوتو ارتباط میگیرن ما به اونها متعهد میشیم. ببینید مثلا 1 سپتامبر ونوس در زاویه ساپورت کننده ساترن بود. ساترن داشت ونوس رو ساپورت میکرد زمینیش بکنه، ریشه‌ای بکنه، قطعی بکنه یک موضوعی رو که میخواسته. 2 سپتامبر ونوس با اسکوئر شد با جوپیتر 90 درجه شد. جوپیتر بهش گفت آپشنای دیگه هم هست، میتونی اونا رو هم ببینی، میتونی چیزایی که تجربه نکردی تجربه کنی، میتونی فوری تصمیم نگیری، مثلا میتونی به جای اینکه به این شرکت اوکی بدی با اون یکی مدیر هم حرف بزنی. میدونید جوپیتر این کار رو کرد. بعد از اون ونوس روبروی نپتون قرار میگیره 4 سپتامبر و نپتون هم دیدگاه ونوس رو مهالود میکنه در مورد مسائل پولی. ممکنه که حتی مثلا شما تصمیم بگیری یک کاری انجام بدی که از نظر پولی نباید پرداختی انجام بدی به خاطر وضعیت نپتون و انجام بدی و بعدا پشیمون بشی وقتی که به پلوتو میرسه. اما ممکنم هست از طرف دیگه، یعنی هدف اینه که نپتون بهش بگه که آرزوهات رو بزرگ کن، آرزوهات رو از حالت فردی خارج بکن، حالت بزرگتر بهش بده، دیدگاه بزرگتر بهش بده، عمومیترش بکن، نه فقط برای فرد خودت، حتی برای ناخودآگاه جمعی، برای دیگران. میدونید نپتون بهش بزرگی جهانی میخواد بده. و از طرف دیگه حالا اون وقت ونوس با پلوتو در زاویه خوبی قرار میگیره 7 سپتامبر و میگه من تصمیمم گرفتم و به این تصمیمم میخوام متعهد باشم. حالا به همین ترتیب همه اینها همین جریان رو طی میکنن. مرکوری به همین ترتیب، مرکوری با ساترن در زاویه خوبی قرار میگیره در 5 سپتامبر و یه مقدار از این وضعیت به هم ریختگی، یعنی به وضعیت پایداری میرسه. ذهنمون، صحبت هامون، قرارداد هامون، میدونید اینها میتونه حالت ثابت تر بگیره، ساکن تر بگیره. اما بعد از اون 6 سپتامبر جوپیتر بهش باز برمیگرده میگه مطمئنی همینو فقط میخوای قطعی بکنی، آپشن دیگه نمیخوای بررسی بکنی؟ بعد یه مقدار گیج میشه، روبروی نپتون عبور میکنه 7 سپتامبر و بعد از اون 9 سپتامبر با پلوتو دیدار میکنه و حرف آخر رو میزنه، بهش متعهد میشه. به همین ترتیب خورشید 6 سپتامبر با ساترن در زاویه خوبی قرار میگیره و انرژی بسیار ساپورت کننده ایه برای قطعی کردن خیلی مسائل. اما در این حال باز جوپیتر 8 سپتامبر به خورشید میگه آپشن های دیگر رو هم یه نگاهی بکن. بعد از جلوی نپتون رد میشه
و نپتون بهش میگه بزرگتر ببین، تو قدرت داری دیواره ها رو برداری. اما در نهایت بعد از اینکه از این آپشن ها رد میشه، خورشید با پلوتو در زاویه خوبی قرار میگیره در 13 سپتامبر و روح ما باز متعهد میشه به همون تصمیمی که گرفتیم و در نهایت یه جورایی روح ما، اعمال ما، اقدامات ما، افکار ما همه دارن یک این مرحله رو طی میکنن تا اینکه همه با هم تعهد بدن به اون چیزی که دارن به نتیجه میرسن. یعنی همشون دارن با هم به یک نقطه مشترک میرسن. علاوه بر این راجب نودها نگفتم، توی مسیرشون اینها با نودها هم صحبت میکنن، یعنی اینکه چه بخوایم چه نخوایم ما وارد این مرحله نتیجه بخشی و یعنی پایانی یک مرحله داریم میرسیم که باید یک مرحله دیگه آغاز بشه، چون نودها هم این وسط هستن و داستان زندگی هر کدوم از ما به یک نحوی در یک نقطه‌ای داره به پایان میرسه. حالا این پایان رسیدن حتما نباید بد باشه، ممکنه که فشارهایی که شما از گذشته تحمل کردید که باعث شده که شما از بالانس خارج شده زندگیتون، از بالانس ذهنی خارج شدید حتی، از بالانس روحی خارج شدید حتی، یا فشارهای احساسی دیگه نتونستید تحمل بکنید و دارید با اونها دست و پنجه نرم میکنید، شاید اینها به پایان برسه. یعنی اینکه ذهن شما و روح شما و هویت شما با هم در یک راستا قرار بگیرن و این راستا یک راستای سلامت باشه و بگن که ما مسیرمون رو پیدا کردیم، ما فرکانسمون رو پیدا کردیم، ما میدونیم الان در کجا باید چطور حرکت بکنیم، ما درس هامون رو گرفتیم و حالا آماده این مرحله جدید رو شروع بکنیم. و در حقیقت اینها همه میتونه پایان اون مراحلی باشه که اون کوله بارهایی باشه که شما با خودتون آوردید و از اون مرحله، یعنی اونها رو پیاده بکنید و وارد یک مرحله جدید بشید. که البته ما نیمه ماه سپتامبر، 14 سپتامبر ماه کامل رو داریم در نشان ماهی، یعنی زمانی که حالا ماه روبروی همه این سیارات در نشان خوشه قرار میگیره. حالا یه جورایی ما هم وارد این مثلث نشانهای متغیر میشه و وقتی که ما هم به اینجا میرسه و روبروی همه اون سیارات در نشان خوشه قرار میگیره، ما از نظر احساسی، یعنی حالا بعد از اینکه تعهداتمون رو دادیم، حالا از نظر احساسی شاید نگران بشیم، شاید احساس بکنیم که نمیتونیم به این همه اون چیزهایی که میخوایم برسیم به تعهداتمون. اما کلید اصلیش اینه که یکم آهسته کنیم، یکم استراحت بدیم به خودمون تا بتونیم این همه تحولات و تغییراتی که داره اتفاق میفته در نشان خوشه رو بتونیم هضم کنیم تا نگران نشیم، به هم نریزیم از نظر احساسی. ببینید نکته‌ای که مهمه اینه که در تمام این مدت ما قرار نیست عقب بکشیم یا کم بیاریم یا بگیم نمیتونم، نمیدونم. میدونید این نمیتونم، نمیدونم ها ممکنه به خاطر رویارویی با نپتون ایجاد بشه و طرف احساس بکنه که یه دفعه کارهایی که داره انجام میده، احساس بکنه که از حالت انسجام ممکنه میخواد در بره از هم دیگه، برای اینکه نپتون اون حالت انسجام رو قبول نمیکنه. نپتون فرم گاز داره، گاز همه چیز رو باز میکنه از هم دیگه و به خاطر نپتون در حقیقت ما ممکنه که به این حالت برسیم که ما نمیتونیم پازلمون رو سرجمع بکنیم، در حالی که فرکانس بالای نپتون اینه که ما وقتی که داریم تلاش میکنیم، زحمت میکشیم، پازل هامون رو جمع میکنیم، در نهایت تسلیم بشیم. یعنی داریم هر کاری رو به هر زحمتی داریم انجام میدیم، داریم به یک نقطهی میرسونیم و در نهایت یک نفس عمیق بکشیم، تسلیم بشیم، بگیم خب من الان تمام این تیکه های قایق رو به هم بستم. این قایق نه، این کرجی هست که الوار رو به هم می‌بندن. بگه من تمام این، الان دارم اینو می‌بینم جلوی ذهنم، یعنی جلوی چشمم، که ما داریم تلاش می‌کنیم در تمام این مدت با انرژی خوشه الوارها رو به هم می‌بندیم و یک کرجی درست می‌کنیم تا بتونیم از اون جایی از زندگی که ما رو گیر انداخته
شناور بشیم، رد بشیم. و وقتی که اینها در ماه کامل نیمه سپتامبر که در نشان ماهی هست تحت تاثیر انرژی نپتون قرار میگیرن و انرژی ماهی، زمانیه که ما این کرجی رو توی آب بندازیم و تسلیم باشیم، یعنی اعتماد بکنیم به اینکه این آب حالا ما رو میبره، از این گرفتاری ها ما رو دور میکنه و ما راحت روی این کرجی دراز بکشیم، در حالی که اعتماد میکنیم به مسیری که یونیورس داره ما رو هدایت میکنه. خب امیدوارم که از این هفته هم هممون به خوبی استفاده بکنیم، وقتمون رو تلف نکنیم بابت مسائل بیهوده، صحبتهای بیهوده. الان وقت تفریح و سرگرمی و وقت بتالت گذروندن نیست و باید به اولویت‌های زندگی، مسائل مهم زندگی، حتی هر چقدر هم که کوچک باشند رسیدگی بکنیم، چون این انرژی در حقیقت کلید ساپورت و نجات ما در ژانویه و فوریه 2020. با آرزوی موفقیت برای هممون تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. لوهناهو مالاهونو.